خب بقیه اومدن. آقای جعفری هنوز نیومده، خانم صابری، خب آقای علیاری، اینا نیستن دیگه. آه خانم هدریزاده سلام علیکم. خب این خانوما خیلی آن تایم هن، دمشون گرم. آقای بانی هم آن تایم بودن، نمیدونم چرا نیومده هنوز، احتمالا رفته یه استراحتی بکنه، یه دوشی چیزی بگیره. خب بچه بریم سر سلول، بعدش میایم یه چک میکنیم ببینیم که بچه ها کدوماشون هستن کدوم. آقای سلول، خب ببینید، دیدم بچه ها سلول کتابتون خیلی شکلش، من خیلی عذرخواهی میکنم، مزخرفه، ببخشید، واسه همین قشنگ براتون یه شکل دو سه تا شکل سلول درست حسابی کتابا کار کردن، شکلای خوب، شکلای عالی. این از کتاب شروود هست بچه‌ها، کتاب فیزیولوژی شروود. خب به من بگید ببینم آقا سلول، بذار اینجا بنویسیم، سلول ها چند هستن خانم خوشروی؟ سلول ها چند هستن آقا؟ من اینجا بنویسم سلول یا یاخته، بنویسیم یاخته دیگه. یه صفحه سفید اینه، اوکی. خب خانم خوشروی یاخته، آقا یاخته ها چند هستن؟ بگید ببینیم. ای بابا هستی آقای بانی؟ نیستی بچه ها؟ بچه از این ان نفر دو نو. آها آقای بانی سلام، چطوری برادر؟ بگو دو نو یاخته. آقای بانی گفت دو نو، اوکی. بگید ببینیم چند چی هن؟ تأخیر اذیت میکنه خیلی وقت تلف میکنه. دو دسته، مرسی. نه کی گفت گیاهی جانوری؟ نمیگم کی گفت، نمیگم کی گفت گیاهی جانوری. آقا پس یعنی یه سوال من دارم، شما یعنی اون کسی گفت گیاهی جانوری، شما باکتری رو آدم حساب نمی کنی، قارچ رو آدم حساب نمی کنی، حالا ویروس رو آدم حساب نمی کنی، میگیم زنده نیست، آغازیان رو آدم حساب نمی کنی؟ بچه دو دستن سلول. آقا تا اینو نگی من ادامه نمیدم کلاسو، تا یکی نگه سلول ها یاخته ها دو دستن، دو دسته درستش رو نگه، من کلاسو ادامه نمیدم. آها ممنون خانم صابری، پروکاریوت. یا پیش هسته ای و یوکاریوت، یا هو هسته ای. آقای بانی حالا به هر حال دیگه، ما که نگفتیم کی گفت. خب حالا آقای بانی چند تا یوکاریوت نام ببر ببینیم. آقا یه سلول یوکاریوت بگو، یه سلول یوکاریوت نام ببر، بگو دیگه سریع آقای بانی، ما منتظریم. میتونی بگیرین یه دقیقه رو. چی شد؟ اشکال ها همین نشد تازه، اون 15 ثانیه خیلی. یوکاریوت بافرین، بله یوکاریوت ها چیان بچه ها؟ باریکلا آقای بانی، آقا آغازیان، قارچ ها، گیاهان و چی؟ جانوران. یعنی هر چی سلول تو گیاه و جانور و قارچ و آغازی میبینیم یوکاریوته؟ بچه ها دقت کنیم به جمله من، آیا من هر چی سلول توی مثلا گاو، گوسفند یا یه گیاهی مثل گونرا مثلا میبینم یوکاریوته؟ بله بازم نمیگم کی گفت. آقا مگه تو گاو ما تو سیرابیش پروکاریوت نداریم؟
آقا یا خانومی که گفتی بله. بچه ها ببینید، به جملات دقت کنید لطفا. آها نه ممنون، نه اونا که گفتن نه عالی. خانم خاکشان چی؟ او دی وی چیه؟ یا اشتباه تایپ کردین؟ آره بچه ها، ما هر سلول یوکاریوتی که بله، باکتری هم توی گاو هست، باکتری هم تو گیاهان هستن. توی بدن یوکاریوت ها ممکنه پروکاریوت ها هم وجود داشته باشن. تازه یه جالبی بچه براتون بگم، اندامک هایی که بعدا میخوایم راجع بهش صحبت کنیم، مثلا مثل میتوکندری، مثل کلوروپلاست که تو سلول های یوکاریوتی هستن، اصلا خودشون قبلا پروکاریوت بودن. پروکاریوت بودن، دیدن که اون یوکاریوتی دیده خیلی اینا خوبن، یکی انرژی تولید میکنه، یکی فتوسنتز، میگفت عجب چیز خوبیه، بیام بگیرمش تو خودم نگرش دارم، من از اون محافظت کنم، اون برام ATP تولید کنه مثلا، من از اون محافظت کنم، اون برام قند تولید کنه. اوکی شد؟ بهش میگن نظریه درون همزیستی، که حالا زمان فصل 56 کتاب 12مه‌تون یک کوچولو راجبش صحبت میکنیم. آره ممنون خانم خاکشان، میدونستم. خب بچه ها، یه چیزایی که خارج از کتاب و خارج از درس میگم، کلن مثل این که قرار شده از این به بعد تو کنکور یه کوچولو خارج هم گفته بشه دیگه، حالا طبق کنکور جمعه‌ای که الان بچه ها داشتن. و مسئله‌ای که بود این بود که یه سری کلمات خارج کتاب بود، یه سری چیزایی بود که کلن تو کتابای قدیم بود اصلا، واسه همین دیگه منم مجبورم یه سری چیزا رو بهتون بگم که شما به گوشتون آشنا باشه. خب پروکاریوتا چی هم بچه ها؟ پروکاریوتا همشون چی هن؟ باکتری هن. خب اختصاصات یوکاریوت چی بود؟ آقا اختصاصات یوکاریوت، حالا اول پروکاریوت رو بگیم ناراحت نشه، چجوری بود بچه ها؟ پروکاریوت ها فاقد هسته مشخص و فاقد هسته مشخص. حالا یه مسئله بگم بچه ها، تو کتابای شما خیلی تعریف اندامک رو دقیق نگفته، درست شد؟ دو تا تعریف اندامک داریم، خب برای همین اینجا اندامک رو ننوشتم. تعریف اول چیه؟ تعریف اول میگه که آقا اندامک یه ساختار عمل کردی تو سلول یوکاریوته که کار خاص انجام میده. نه 10 دقیقه زیاده بابا، 1-2 دقیقه بگی تمام. آره خب آقا اندامک چیه؟ ساختار عمل کردی در سلول های یوکاریوت که قشا داره، یه کار خاص انجام میده. قشا حتما باید اندامک قشا داشته باشه، اندامک هم ندارن. خب حالا بر اساس کتاب جدید دهم، یعنی کتاب سال 98 دهم، از 98 به بعد، آقا اندامک ها ریبوزوم هم جز اندامک حساب کرده. ریبوزوم قشا نداره بچه ها. بعضی از کتاب های رفرنس زیست شناسی هم اندامک ها رو الزاماً نمیگن حتما قشا داشته باشه، میگن آقا اونی که قشا داره یا نداره، ولی یه کار خاص تو سلول انجام میده. بر اساس تعریف دوم پروکاریوت ها اندامک دارن، چرا؟ چون ریبوزوم دارن، درست شد؟ البته ساختار ریبوزومشون با ساختار ریبوزوم یوکاریوتی فرق میکنه. بر اساس تعریف اول، این تعریف تقریبا اینجوری تعریف کتاب شما، آقا پروکاریوت ها اندامک ندارن. پس من اینجا می نویسم فاقد هسته مشخص و اندامک. خب یوکاریوت چی؟ یوکاریوت هم دارای هسته و اندامک. بچه ها یه چیز دیگه، خیلی تفاوت دارن اینا. قشای پلاسمایی باکتری با قشای پلاسمایی یوکاریوت ها فرق میکنه، ریبوزومشون فرق میکنه، نحوه تولید مثلشون متفاوته. مثلا پروکاریوت ها اصلا میتوز ندارن، تقسیم دوتایی دارن، یوکاریوت ها میتوز میوز دارن، درست شد؟ هر جفتشون هم ساختارهایی به نام کروموزوم دارن طبق کتاب درسی شما، که بعدا راجع بهش صحبت میکنیم. اوکی حالا خانم خارکشان چند تا باکتری نام ببرید ببینم. آقا باکتری،
چند تا باکتری نام ببر ببینیم. اگه جزوه رو خونده باشید باید باکتری ها رو بگی. حالا خوب شد نگفتم فتوسنتز کننده بگو. آفر باری کلا آقای جعفری. سیانو باکتری ها مثلا، سیانو باکتری ها مثلا چی دیگه، ریزو بیوم. آقا اینا باکتری هم. مثلا باکتری به نام اشرشیا کولای. خب هالوفیل، هالوفیل منظور از هالوفیل چیه؟ ترموفیل. آها آها، شما دستبندی بله، یه سری باکتری هستن باکتری ترموفیلن، یعنی باکتری های گرما دوست هستن که ما دیگه به اونا کاری نداریم، نمیپردازیم، بیشتر بدانیدشونه. البته مثل این که طبق کنکور 99 شما باید بیشتر بدانید دارم بیاد نگاهی بندازیم بچه ها دیگه، حالا خلاصه خود دانید. خب یوکاریوت هم که از این قضیه. پس بس بچه ها هر سلولی که شما دیدید غیر باکتری بود چیه؟ یوکاریوته. آقا بعد با اینا کار داریم ها، پروکاریوت ها یوکاریوت ها از نظر یه سری اختصاصات با هم تفاوت دارن. بعد میریم تو 12 میبینیم تو فصل 1 و 2 میبینید که چقدر تفاوت ها بینشون وجود داره و شما یه سری اصطلاحات میشنوید فقط راجع به باکتری ها، یه سری اصطلاحات میشنوید کلا راجع به یوکاریوت ها. بس باید بدونید، مثلا باید بتونید حالا چیزی که توی کنکور 99 اومد اوپران، مثلا عبارت اوپران فقط مخصوص چیه؟ باکتری ها. امارنه چند جنی فقط مخصوص باکتری ها، دیگه یوکاریوت ها ندارن. یک نوع آرنه پولیمراز که بعدا با هم میخونیم فقط راجبه پروکاریوت ها، یوکاریوت ها سه نوع دارن. خب اوکی، چی اشتباه گفتم؟ آقای بانی ببین ببینیم. نه اون یه هسته داشته، یه سلولی بوده به نام رتیکولوسیت. خب یه هسته داشته، هستش رو از دست داده، شده گلوبول قرمز. این یک. دو، گفتم بهتون باکتری ها یعنی پروکاریوت ها غشایشون متفاوته، ریبوزوماشون متفاوته، ساختار سلولیشون با ساختار سلولی یوکاریوت ها خیلی متفاوته. ما نمیتونیم بگیم هر سلولی که بدون هسته است پروکاریوته، ولی میتونیم بگیم هر پروکاریوتی بدون هسته مشخص هست. متوجه شدین دوتا رو؟ تفاوت این دوتا رو متوجه شدین؟ آقای بانی؟ برادر؟ بله سلول اصلا هر سلولی جزو خود آغازیان، خود قارچ ها، خود گیاهان و خود جانوران همشون چی هن؟ یوکاریوتن. حالا میخواد سلول هسته نداشته باشه، سلول چند هسته‌ای باشه، سلول مرده باشه، زنده باشه، البته کلا منظور زنده هاست دیگه، مرده ها هم باشه بالاخره یوکاریوت بودن. اوکی، اما یعنی هر سلولی جزو ساختار یوکاریوت ها، جزو ساختار این چهار تا باشه میشه یوکاریوت، به جز اینا پروکاریوت. بچه ها همه باکتری هن، پروکاریوت ها همشون باکتری هن. هیچ پروکاریوتی دیگه ای نداری، مگه علم پیشرفت کنه یه چیز دیگه ای پیدا کنی بگیم آقا این باکتری نیست ولی پروکاریوته، اون وقت احتمالا یه دسته دیگری میشود. خب یوکاریوت هم که وضعشون مشخصه. آقا میریم سراغ سلول. این یه سلول چیه بچه ها؟ یوکاریوته. چرا؟ چون هسته داره، درست شد؟ ساختار داره برای خودش، ماده ژنتیکش داخل یه ساختاری به نام هسته هست. اوکی، یه سری اندامک ها داره بچه ها. سلول، کلن سلول یوکاریوت، خب بذار بزنیم این سم، سلول یوکاریوت کلن بچه ها سه بخش داره. نو اینجوری بنویسیم که اوکی بشه. سلول یوکاریوت سه بخش داره بچه ها. بخشی به نام هسته، بخشی به نام سیتوپلاس،
و بخشی به نام غشاء پلاسمایی. خب بعضی از سلول های یوکاریوت دیواره سلولی هم دارن. تازه بعضی از پروکاریوت ها هم دیواره دارن. متا ساختار دیواره پروکاریوت ها با یوکاریوت ها متفاوته. خب هسته که مشخص، جایگاه ماده ژنتیک یه سری پروتئین ها اونجا هستن. یه قسمتی به نام هستک داره که کاری باش نداریم. قشای پلاسمایی هم بعداً با هم صحبت میکنیم. سیتوپلاسم سلول های یوکاریوت اندامک ها رو شامل میشه بچه ها، و شیره سلولی. آقا دیگه منو ببخشید اگه یه سلول رو میگم یاخته یاخته رو میگم سلول، دیگه خلاصه به بزرگی خودتون ببخشید. آقای مشایخی میتونید گوشی منو بدید لطفا؟ اوکی. آقا این از سه قسمت سلول یوکاریوت. اینا ها بچه ها سه قسمت داره. یه قسمت سیتوپلاسم داره، گیر کرده. یه قسمت بچه ها سیتوپلاسم داره، یه قسمت هسته، و یه قسمت هم غشاء پلاسمایی. دقت کنید بچه ها، تمام سلول های یوکاریوت و پروکاریوت، تمام سلول ها غشاء پلاسمایی دارن، سیتوپلاسم دارن. حالا تو سیتوپلاسم پروکاریوت ها اندامک نداریم ما، اوکی؟ طبق تعریف قدیمی اندامک. خب آقا هسته جایگاه این کروماتین الان چیه بچه ها؟ این بذار با این بنویسیم که مشخص باشه. بچه ها همه تون هستین؟ همگی؟ اوکی ها؟ بیا این بالا پایین کن ببینم کیا هستن کیا نیستن. این همه هستن، همه هستن. برو بالا. آقا جعفری خب، آخان کلنگی خب، بانی بیا، حسن آقا نیست، بیا آره، بیا پایین، بیا پایین. بانی دیگه نمیاد؟ خانم مهاجری معلومه، خانم مهاجری هستش فکر کنم. اوکی آقا بچه ها این چیه؟ این کروماتین، چون این سلول در حال تقسیم نیست دیگه، درسته؟ خب بچه دقت کنید، هسته یک سلول یوکاریوت یه سری منافذی داره، اوکی؟ اینو میگن چی؟ منافذ هسته. بعدم میفهمید به چه دردی میخوره. سوالم داشتین بچه ها بپرسین. خب یه سری اندامک ها اینجا وجود دارن، مثل این شبکه اندوپلاسمی، زبر و صاف. خب مثل این ایشون دستگاه گلژی، یا بهش میگن جسم گلژی هم بهش میگن. بچه ها یه سلول جانوریه، پس ما کلوروپلاست توش نمیتونیم ببینیم، ولی یه اندامک خیلی مهم میتونیم توش ببینیم به نام چی؟ میتوکندری. آقا فارسیش چی میشه؟ میشه فارسی میتوکندری هستی؟ مثل اینکه دیگه این تأخیر اذیت میکنه، راکیزه. خب آفرین، باریکلا آقای بانی. آقا این راکیزه. آقا چرا اینا همه رو فارسی کردن؟ این دستگاه گلژی چرا فارسی نکردن بچه‌ها؟ چی شده اون موقع باتریشون تموم شده؟ چرا فرهنگستان دستگاه گلژی رو فارسی نکرده؟ چی به نظرتون میرسه؟ آقا یه دلیل بیان، جایزه میدم به کسی که بگه چرا دستگاه گلژی رو فرهنگستان فارسیش نکرده. بگید ببینیم. خانم خارکشان آفرین، راکیزه درسته. خانم خارکشان بگیم ببینیم. آقای بانی، خانم مهاجری، آقای وکیلی، آقای وکیلی کلن نیومده مثل این که مریض. آقا به بد و بیرا ما جایزه نمیدیم برادر من، ما به بد و بیرا جایزه نمیدیم. حرف منطقی بزن. چرا گلژی بچه نها کنید، یه چیزی بهتون بگم، آدم مریض. بچه نها کنید، فرهنگستان سال 81 و 2 اینا رو تصویب کرده، یعنی میشه چند سال پیش؟ نزدیک 17-18 سال پیش، اوکی؟ این لغات خب
خیلی هاشون اون سالها توی بخش زیستشناسی فرنگستان تصویب شدن، مثل راکیزه، مثل فامینه، فامتن، نمیدونم حالا پیش شهر و پس شهر و اینایی که شما خوندین. چون آها مرسی خانم خارکشان، اسم شخص باریکلا خانم ایدریزاده، متشکرم، ممنونم، جایزتون پیش من محفوظ میمونه. خب یه سفر داخل سلول میریم با هم دیگه، سفر میریم داخل سلول، نه جایزه میدم بهتون. خب بله بچه، آقای کامیلو گلجی این رو کشف کرده، دیده زیر میکروسکوپ، واسه همین این رو اسمش رو گذاشتن دستگاه گلجی. خب میتوکندری دیدیم، اینا چیه بچه ها؟ اینا سانتریول هست. طبق تعریف جدید سانتریول جز اندامک ها، گلجی که تلفظش بعدن شده گلجی. اینا از کجا میگی خانم ایدرعلیزاده؟ نه خانم مهاجری ربطی به کارش نداره کلا، رفت به اون بنده خدایی داره که اینو کشف کرده. خب کامیلو گلجی، حالا تلفظش رو من راستش نمیدونم خانم علیزاده، اگه شما اینو مطمئنید که عالیه، اینم یه اطلاعاتیه بالاخره. گویا قبلا گلجی بوده، یعنی قضیهش مثل اینکه اصل تلفظش گلجیه، بعد الان گفتن گلجی، یاد گرجی میافتادم کلا. خب زحمت کشیده بنده خدا آقای زیست شناس. خب دوستان دیگه چی؟ بچه ها ما اینجا یه سری اندامک های دیگه هم داریم، مثلا مثل حالا این که کاری نداریم، پروکسیزوم، مثلا این لیزوزوم، درست شد؟ لیزوزوم. اوکی خب آقا این اندامک ها خب کارشون چیه بچه ها؟ بچه ها جای دقت کنین دوستان، این عکس حالا تصویر رو کشیدن، عکس‌های واقعی سلول هم که شما نگاه می‌کنید می‌بینید که مقطعی تهیه کردن و عکس گرفتن، حالا عکس میکروسکوپ الکترونی، نگاره یا گزاره کاری باش نداریم. بحث سر اینه که اندامک‌ها داخل سلول بعض روی اسکلت سلولی حرکت می‌کنن، مثل میتوکندری، مثل کلروپلاست، مثل پروکسیزوم، مثل لیزوزوم، اینا همه بچه‌ها چیکار می‌کنن؟ حرکت می‌کنن. خب این هم که اسکلت سلوله بچه‌ها، اینا چی هن؟ اسکلت سلولی. خب که راجبش حالا مطلب دقیقی شما تو کتابای درسیتون نمیخونید. آقا میریم اندامک ها به ترتیب بچه ها، به ترتیب میتوکندری چه کار میکنه بچه ها؟ میتوکندری استقلالی با آبی بنویسیم. آقا میتوکندری اینو حتما میدونید دیگه خودتون، همه تولید مولکولی به نام ATP، تولید انرژی در فرایندی به نام تنفس سلولی. فصل 5 کتاب 12، یه فصل مفصل. کلروپلاست چه کار میکنه بچه ها؟ کلروپلاست فوتو تختم امروز با ما بازی در آورده. بچه ها فوتوسنتز یعنی چی؟ فوتوسنتز یعنی چی بچه ها؟ یعنی ما از آها تولید ای تی پی، مصرف ای دی پی، آزادسازی فسفات. چی شد؟ تولید ای تی پی، مصرف ای دی پی. منظورتون اینه که آقای بانی، منظورتون اینه که فسفات رو جدا میکنه از ای تی پی، یه ای دی پی تولید میشه، درسته؟ این تو میتوکندری نیست ها؟ آه بله ADP، درسته، توش ADP یه فسفات میشه چی؟ ATP. فرایندش حالا بعدا با هم صحبت میکنیم. مرسی آقای بانی، ممنون. خب آقا فوتوسنتز چیه؟ تولید قند از مواد معدنی با انرژی نور خورشید. این میشه چی؟ فتوسنتز بچه ها. فصل 6-12 به قدری مبحث زیبا، دینامیک و عالی هست که خدا میدونه. آقا دستگاه گلجی چی بود بچه ها؟ بسته‌بندی و ترشح مواد، درسته؟
دستگاه گلژی. بچه ها تو این فرودگاه دیدین ساکا رو میبرن یک جا میبره این ور، یه جا میبره اون ور، درسته؟ دستگاه گلژی کارش نه، مواد بهش میرسه، میگه آقا شما بیا، من یه تگ بهت میزنم بیا برو این ور، من یه تگ بهت میزنم بیا برو، مثلا آفرین، بسته‌بندی مواد و ترشح. خب آقا شبکه اندوپلاسمی دو بخشه بچه ها، درسته؟ شبکه اندوپلاسمی زبر و صاف، کامل کردن جزئیات قشا. اوکی نشانه گذاری خانم خاکشان، کامل کردن جزئیات قشا منظورتون چیه؟ کدومو داری میگی؟ زبر و صاف، درسته؟ زبر و صاف، درسته؟ اونم بگید منظورتون چیه. خب زبر روش چیه بچه ها؟ شبکه اندوپلاسمی زبر دارای ذراتی به نام ریبوزوم، فارسیش رناتن. کارش چیه؟ ساخت پروتئین. خب شبکه اندوپلاسمی صاف ممنون آقای بانی، شبکه اندوپلاسمی صاف یکی از مهمترین کاراش بچه ها ساخت لیپید هست، ساخت لیپید ها. البته شبکه اندوپلاسمی صاف در خیلی کارا نقش داره، مثلا در سمزدایی هم نقش داره، ولی ما کاری باش نداریم فعلا. آقا واکوول، یکی به من بگه واکوول مخصوص چی؟ پروتئین، درسته؟ بله ساخت اسید چرب، ساخت لیپیدها بهتره بگیم. آها خب اومد، ها خودش میاد دیگه. نه نوشی جان متشکرم، آقا پشت دارن چیز میخورن دیگه، ما هم بر. خب فسفولیپید، بله درسته، درسته خانم خاکش، ممنون دیگه. بچا با این جزئیات، البته کتاب دوم قدیم با این جزئیات گفته بود، ولی الان دیگه شما نمیخواد با این جزئیات مطلب بدونید. حالا دیگه بعد بحث کنکور 99 هم دیگه، بحث کنکور 1400 یهو دیدین که کلن. آقا ذخیره آب، بله ذخیره، ذخیره مواد. خب به من بگید ببینم کدوم سلول ها رو شما میشناسی واکوول دارن. آقا واکوول، اونا که واکوول دارن، یه دونشو که انقدر خوندین که دیگه حالتون بد شده کلن تو دهمتون. صاف در ماهیچه ذخیره یون کلسیم، باریکلا باریکلا. آقای قریشی، آقای قریشی سلام علیکم برادر حسین آقا، چه عجب، البته قبلش هم صحبت کرده بودی. خب بچه ها واکوول در چیا دیده میشه؟ یه سلول، آقا یه سلول گیاهی نام ببرید که گیاهی ها که واکوول دارن، یه سلول جانوری هم نام ببرید واکوول داره، یه جانوری نام ببرید مدلمون خوش بشه که آقا این واکوول داره. بعد الان بهتون میگم فرق واکوول سیب زمینی. بله سیب زمینی، آفرین، مثلا سلولای سیب زمینی هم میتونن واکوول داشته باشن، ولی اونا بیشترشون اندامک آمیلوپلاست رو دارن آقای بانی. خب آفرین خانم صابری، پارامسی، بله واکوول چی بود؟ مثلا واکوول کلی واکوول داشت، پارامسی واکوولای خیلی تخصصی هم داره، واکوول انقباضی، واکوول غذایی، واکوول گوارشی، واکوول دفعی، کلی واکوول، واکوول های تخصصی داره. خب آقا لیزوزوم، بریم سراغ لیزوزوم چی کار میکنه بچه ها؟ لیزوزوم حاویه چی هست؟ گوارشی، بله درست، غذایی، دفعی، گوارشی. مرسی مرسی عالیه، بالاخره این تأخیر رو بعد یه کارش بکنیم. آقا لیزوزوم یا تا... یا چی؟ کافنده تن، حاوی آنزیم های تجزیه کننده،
درست؟ بله آنزیم داره، درسته، آنزیمای تجزیه کننده داره. آقا یه چند تا کلمه هست شبیه همه. بچه ها حواستون باشه اینا رو با هم اشتباه نگیرید. اینجا می نویسم این کلمات رو. ریبوزوم، لیزوزوم، ریزوبیوم و چی؟ لیزوزیم. نه نه آقای بانی، تخریب دیواره باکتری کار چیه؟ کار آنزیم لیزوزیم هست. بچه ها این کلمات رو یادتون باشه، شبیه همه، درسته؟ آقا بیایم اینجا، ریزوبیوم، ریبوزوم، لیزوزوم، لیزوزیم. اوکی، ریزوبیوم باکتریه بود، باکتری تثبیت کننده نیتروژن در ریشه گیاهان خانواده پروانهواران. اوکی، ریبوزوم هم که ریبوزومه، رناتن ساخت پروتئین انجام میده، کارخونه ساخت پروتئینه، میخونیم بعدن به جزئیات. لیزوزوم اندامکه، این حالا طبق تعریف قدیمی اندامک بچه حاوی آنزیم های تجزیه کننده. لیزوزیم آنزیمه، اوکی؟ لیزوزیم اون آنزیمیه که در بزاق وجود داره، در عشق، در عرق اینا. و چی بچه ها؟ آنزیم حالا تخریب کننده دیواره سلولی باکتریه و باکتری ها رو از بین میبره. پس اینا رو حواستون باشه، این کلمات با هم اشتباه نشود. آقا ریبوزوم چه کار میکنه؟ ریبوزوم ساخت پروتئین. حالا اینجا بچه من نوشتم اندامکا، دیگه حواستون باشه طبق تعریف جدید. بذار من اینجا بنویسم که باز نگن آقای مهربان اینجوری نوشته. طبق تعریف جدید، درست شد؟ ساخت پروتئین. بله بله ممنون آقای بانی، حواست شد که قضیه لیزوزیم و لیزوزوم رو. خب آقا سانتریول چیه؟ یا خانوم سانتریول ساخت ساز، بهتر اینجوری بنویسیم بچه ها. سانتریول یکی بگه سازماندهیه دوک تقسیم. درسته؟ کمک به تقسیم سلولی. بله دوک تقسیم. آقا در همه سلول ها، در همه یوکاریوت ها، حالا بگیم اینجوری، سانتریول سازمانده یه دوک تقسیم انجام میده؟ در کدوم ها سانتریول سازمانده یه دوک تقسیم انجام نمیده؟ بگید ببینیم. نه؟ آه نگفتی، معلوم شد. اوکی، در کجا؟ در سلول های جانوری بچه ها، در سلول های جانوری. آفرین، باریکالله، ممنون آقای قریشی، ممنون از همگی بچه ها. خب وزیکول چیه بچه ها؟ حالا ریز کیسه، درسته؟ چیه بچه ها؟ حمل مواد، مثلا حمل مواد در سلول، این میشه کار وزیکول. حالا هم میکنه اندوسیتوز مثلا، درسته؟ اگزوسیتوز، اینا کار وزیکوله. خز و سرخس، بله بچه ها، گیاهان عالی سانتریول ندارن، منظور گیاهان متکامل تر، مثل گیاهان بازدانه و نهاندانه. خب اما حالا دیگه کتابتون انقدر جزئی نگفته، کلا گیاهان، اوکی، در کتاب شما گیاهان، که البته اکثرا کتاب شما گیاهان منظورش گیاهان نهاندان است. اوکی، ریز کیسه نه، بقیه نه. اوکی بله درست. خب آقا تمام اندامک ها، البته به همین ختم نمیشه. آقا ما چی داریم؟ پروکسیزوم داریم، درسته؟ نمیدونم اجسام خاصی تو خود سلول داریم که کارهای مختلف انجام میدن. اندامک ها به این ختم نمیشن، ولی در حد کتاب شما
دیگه بهتره بریم جلوتر، بریم به آها، خدای کتابتون اگه این تصاویر رو میذاش بهتر نبود؟ بهتر بود دیگه. آقا این سلول گیاهی، سلول جانوری. ببین بچه‌ها نگاه کنید، سلول گیاهی و جانوری جفتیشون هم واکوول دارن، ولی سلول گیاهی یه کمی که بالغ میشه، سن و سالش که میره بالا، یه واکوول بیشتر نخواهد داشت به نام واکوول مرکزی. این از این. آقا واکوول مرکزی. خب سلول گیاهی این بچه دیواره داره. اصلا شکل سلول گیاهی یه شکل معمولا چند ضلعیه، ولی شکل سلول جانوری یه شکل تقریبا نامنظم هست شکلش. خب کلوروپلاست، آقا کلوروپلاست، یکمی هم زبانتون قوی میشه. میتوکندری، میتوکندری اه سلول گیاهی هم میتوکندری داره. خب بله سلول گیاهی هم ATP میخواد، پس میتوکندری داره. دستگاه گلژی بچه ها، اوکی اینا رو اسم نمیبرم که بعدا وقتی خودتون تو خونه دارین تمرین میکنین جاشو بدونید، جا منظورم این که شکلشو بدونید. خب هسته، شبکه اندوپلاسمی. بچه دقت کردین؟ آره کروی آقای بانی، درسته سلولای جانوری اکثرا کروی هم. خب دقت کردین بچه، این شبکه اندوپلاسمی زبر و صاف، پوشش هسته و دستگاه گلژی یه شبکه ای از غشا درست میکنن داخل سلول گیاهی و جانوری، بهش میگن شبکه غشایی سلول یا شبکه غشایی یاخته. خب کاری باش نداریم، ولی جالبه اینا کلا، چون اینا یه شبکه از غشا تشکیل میدن و حالا یه سری کارهایی انجام میده که بماند، کاری نداریم باش. خب اسکلت سلولی بچه ها اینجا میبینید، دیگه چی میبینید؟ اینجا پلاسمودسم ها رو میبینید که بعدا راجبش صحبت میکنیم تو فصل 6. بله ماده سیال درون میتوکندری، آقای خانم خارکشان، ماتریکس میتوکندری میگیم. بله همون ماده زمینه‌ای میتوکندری، ماده زمینه‌ای میتوکندری، فصل 5 کتاب 12 راجبش صحبت میکنیم. خب حالا این بچه ها از این از سلول گیاهی. سلول جانوری هم شبیه، متفاوت، کلوروپلاست نداره، واکوولای ریز داره، لکن بچه اندامک هایی مثل مثلا میتوکندری داره، مثل ریزوزوم داره، مثل شبکه اندوپلاسمی زبر و صاف و دستگاه گلژی. ببینید داره ریز کیسه ترشح میکنه، خواهش میکنم خانم خارکشان، درست شد. و غشاء آقا هیچ سلولی نیست که غشاء پلاسمایی نداشته باشه، سلول زنده، هیچ سلول زنده ای در هیچ قسمتش نیست که غشاء پلاسمایی نداشته باشه، حتی اون انتهای اسپرم، انتهای اسپرم هم چی داره؟ غشاء پلاسمایی داره، منتها نازکتره. اصلا بچه ها اون قسمت یه ساختار خاصه، ولی غشاء داره به جز سلول مرده، مثلا سلول آوند چوبی، درست شد. اینا سلول هایی هستن که دیگه غشاء پلاسمایی ندارن. اوکی بماند دیگه، بعد با راجبه صحبت میکنیم. این از این شکل بسیار زیبایی از سلول های گیاهی و جانوری. آقا اینم پروکسیزون که مثلا سمزدایی میکنه از محل قرارگیری هسته. بله وقتی که درسته، تقریبا آقای بانی، تقریبا به خاطر اینکه در سلول های گیاهی چون یه واکول، معمولا واکول مرکز داریم، محل قرارگیری هسته مقداری میاد به کنار. میخونیم تو فصل 6 اون شکلتون که بعد میاریم تو فصل 6 جلسه یکی دو جلسه آینده. و سلول جانوری معمولا هستش، البته بچه ها سلول جانوری معمولا هستش وسط نیست، گاهی وقتا مثل سلول های مثلا چربی کناره، مثل سلول های پوششی زیره، درست شد. بنابراین محل قرارگیری که هستن به قول آقای بانی متفاوت هست. خب آقا بریم سراغ غشاء پلاسمایی. بچه ها غشاء پلاسمایی یکی از اختصاصات تمام سلول های زنده رو کره زمینه. بفرمایید آب. خب آقا یه کامنتی بدید ببینیم اوکیید. لان اونی که نشون داده بود اونجا آقای بانی پلاسمودسم بود، خب لان رو به صورت اختصاصی اونجا نشون نداده بود. خب یه فیدبکی بدیم بچه ببینیم خوابین، بیدارین، اوکیین، انرژی دارید یا نه.
که میخوام بریم سراغ غشای پلاسمایی. مهمه مهمه، کنکور کنکوریه. خب آقای مشرقی هست، برو بالا بینم آقای خسروی هست. اوکی آقای خسروی، هیچ چیز فیدبکی نمیدی، حواست باشه نکنه گذاشتی گوشی رو رفتی. خب بچه، غشای پلاسمایی، آقا غشای پلاسمایی چی داره؟ یه سری پروتئین ها دارد، یه سری کربوهیدرات داره. خستم کی؟ آقای بانی خسته ای؟ چرا؟ یعنی قند داره دیگه. چی داره بچه ها؟ چربی. چربی های غشای پلاسمایی، بیدارین، متشکرم خانم مهاجری. چربی های غشای پلاسمایی بچه ها دو نوع ان، نگاه کنید، یه نوع کلسترول، یه نوع دیگه چیه بچه ها؟ فسفو لیپید، درسته؟ خب آقا فسفولیپید چجوریه؟ نها کنید بچه ها، فسفولیپید یه سر آب دوست داره، دوتا دومه آب گریز، بله درسته. خب تریگلیسیرید چجوری بود؟ تریگلیسیرید یه سر آب دوست داشت، سه تا دومه آب گریز. این چیه؟ تری اینا یادتون باشه بچه ها. باریکالله خانم صابری، متشکرم. خب بچه ها پروتئین های غشای پلاسمایی دو نوع هن، اینا که دیگه قاعدتا میدونی، دو نوع، سطحی و سراسری. اوکی سه تا آبگوریز، بله درسته. آقا پروتئین ها بعضیشون سراسری هن، یعنی این که از این ور غشا تا اون ورش کشیده شدن، این بیرون غشا، این هم چی؟ درون. اوکی خب درسته، ممنون خانم خارکشان. یه سری که سراسری هن بچه ها، یا کانال هن یا پمپ هن، اینا انتقال مواد دارن، مثل این، درست شد؟ یه سریشون که بچه ها سطحی هن، که دیگه میتونه کارهای متنوعی داشته باشه. آقا پروتئین های سطحی هم اینجا هستن، بیرون هم درون. این هم که اسکلت سلولیه بچه ها، اسکلت سلولی. بچه ها یه سری نکات رو دقت کنین. مولکول های کلسترول دقیقا لابلای این فسفولیپیدا قرار گرفتن، کانال و پمپ، بله درسته درسته، ممنون، مرسی خانم خواهرکشان. خب یکی بچه ها کلسترول ها کاملا در تماس با فسفولیپیدن، یکی هم پروتئین های چی؟ سراسری. البته پروتئین های سطحی هم مثلا متا با سر آب دوستشون در تماسن. خب این از این. نکته بعدی، ما کربوهیدرات ها رو فقط بیرون داریم میبینیم، درونشون نمیبینیم، درسته؟ این هم یه نکته. آقا درون سلول در این لایه درونی، خب دو لایه فسفولیپید داریم دیگه، در این لایه درونی ما کربوهیدرات ها رو نمیبینیم، فقط در لایه بیرونی میبینیم. اوکی این از این نکته. نکته بعدی بچه ها، دقت داشته باشید، کربوهیدرات ها یا به فسفولیپیدا چسبیدن، درسته؟ بهشون میگیم چی؟ بهشون میگیم گلیکولیپید، گلیکو لیپید. گفتم هر جا گلیکو شنیدید یعنی قند، لیپید هم که فسفولیپید، فقط بیرون به واسطه پروتئین ها. چیو میگین آقای بانی؟ منظورتون کربوهیدراته؟ خب کربوهیدرات ها هم به فسفولیپیدا وصل شدن، هم به پروتئین ها. این هم میگن چی؟ گلیکو پروتئین. آها باریکالله خانم خارکشان، آفرین، ممنون. بچه ها دقت کنید، وقتی وزیکولی تشکیل میشه، اوکی؟ مثلا در هنگام درونبری، وزیکول که تشکیل میشه درون وزیکول کربوهیدرات هست،
نه آقای بانی، کربوهیدرات ها درسته، کربوهیدرات ها هم با لیپید ها هستن در تماس، هم با پروتئین ها. خب این از این. آقا پس کدوم ها در تماس کامل با فسفولیپیدان؟ پروتئین ها و کلسترول. اوکی، پروتئین سراسری و کلسترول. کلسترول هم که بچه ها نگاه کنید، ساختار کلسترول نگاه کنید، ساختارش حلقه ایه. درسته؟ ساختار کلسترول چیه؟ حلقه ایه، که میرسیم بهش بعدا راجبش صحبت میکنیم. سوال نداریم بچه ها؟ اگه سوال داریم بپرسیم. آقا بریم بعدی. خب مواد به طریق، اینو خوندید، به طریق، به طرق مختلف از غشاء یاخته عبور میکنن. آقا اینو میدونید به سه طریق عبور میکنن بچه ها. انتشار، انتقال فعال، برون رانی، درون بری. خب آقا یعنی چی؟ بچه ها انتشار به ATP نیاز نداره. اول بنویسم. به ATP نیاز ندارد. درست شد؟ خب یک، دو، در جهت چیه؟ نه آقای بانی، به پروتئین ها، به فسفولیپید ها هم هستن، به سر آبدوس فسفولیپید ها کربوهیدرات به اونجا هم وصل میشن. به شکل کتاب دقت کنید، شکل کتاب خودتون رو. به هر دوشون میتونن وصل باشن. خب بچه ها انتشار به ATP نیاز نداره. درست شد؟ و در جهت شیب غلظت عمل میکنه. آقا پس انرژیشو از کجا میاره؟ انرژی جنبشی مولکول ها. یه جا مولکول ها زیادن، یه جا این مولکول ها کمن. از زیاد میرن به کم تا زمانی ادامه پیدا میکنه انتشار که غلظت هر دو طرف از نظر این ماده برابر بشن. میشه انتشار. سه نوع انتشار داریم بچه ها. انتشار ساده، انتشار تسهیل شده و اسموز. البته اسموز هم نوعی انتشار ساده محسوب میشه. اوکی، ولی من اینجا جدا نوشتم به خاطر اینکه شما اسمشو جدا میخونی خیلی هم باش کار داری. خب انتشار ساده قضیهش چیه بچه ها؟ همین قضیه. انتشار ساده بچه ها مثال بزنید ببینیم دیگه، من توضیح ندم. مثال بزنید. مثل چی؟ خانم صابری بگو. آقای جعفری که رفت. خانم صابری بگیم ببینم انتشار. آقا انتشار مثال بزنید. انتشار ساده مثل چی؟ شب دست این آقای مغاری. آلا آقای بانی، اون کیف منو بده آقای خواب چیز ببینم. مجبورم کیفمو بیارم بیرون. مجبور شدم اسلحه به دست بشه. نه نه بده اینجا کتابتون. ما رو مجبور نکنید دیگه. نه چی میگی؟ کربون دیوکسید. باریکلا باریکلا، مرسی آقای خسروی، ممنون. ورود گلوکوز به سلول روده. آه انتشار ساده گفتم. آه خانم خارکشان، انتشار ساده، اون انتشار تحصیل شده است. آقا میتونه به لیپید وصل بشه آقای بانی. حالا به هر حال دیگه آقای مغاری گفتن دست خودشون. خب میخواستم بگم صفحه کتابتون رو میخواستم ببینم دیگه، حالا ولشو. خب بچه ها چی شد؟ O2 CO2. بله بله خروج، درسته. آقا انتشار ساده مثل اکسیژن، مثل چی؟ مثل CO2. درست شد؟ این از انتشار ساده. همینجور رد میشن بچه ها.
از دولای فسفولیپیدی این مواد، این گازها رد میشن. انتشار ساده، انتشار تسهیل شده با کمک پروتئینه، حتما با کمک پروتئینه، درست شد؟ یعنی چی بچه ها؟ یعنی یه پروتئین سراسری کمک میکنه به انتشار یک ماده، بازم در جهتشی به غلظته، بازم ATP مصرف نمیشه. آقای قرشی میگه نه، آقای مغاری هر دو رو گفتن. آقا بین خودتون بین علما اختلاف افتاده دیگه، ما که عالم نیستیم، بین خودتون اختلاف افتاده، کاری نداریم. آقای قریشی مطمئنی دیگه؟ آقا بچه ها به لیپید هم وصل میشه خدا وکیلی. الکل، آره الکل هم محلول در چربیه، درسته آقای بانی. الکل هم، آقا الکل که اصلا چی بگیم دیگه، الکل که خیلی جذبش بالاست به شدت. حالا زمانی که برسیم به فصل 5 12 راجع به الکل، و خدایی نکرده اگر اتفاقی کسی احیانا اشتباهی صورت بده و الکل مصرف کنه، بله بله 100%. مرسی آقای قریش، ممنون. خب آقا یه چند تا مثال بچه از انتشار تسهیل شده بزنیم. مثل چی؟ مثل آقا مثلا چی؟ گلوکوز، یونها، آمینو اسید. بله بله بچه ها، چیه قضیه؟ مثل یه چیزی بچه ها از آفرین باریکلا، چی بود؟ هم انتقالی چی بود؟ هم انتقالی گلوکوز و سدیم، درسته؟ و سدیم دیگه چی بود مثلا؟ دیگه کانال ها کلن. آقا کانال ها، بله کلسیوم میتونه باشه از سلول روده باریک، بله بچه کانال ها، کل کانال ها، چه نشتی، چه دریچه داره وابسته به ولتاژ، چه دریچه داره وابسته به لیگاند که بعدا میخونیم تو فصل 11. این همشون چی هن؟ همشون با انتشار تسهیل شده مواد رو عبور میدن. اوکی این از این. حالا اسموز، آقا بیایم اسموز. اسموز انتشار ساده آب از یه غشای نیمه تراواز. آقا اینجا آب زیاده، اینجا آب کمه. آب از جایی با پتانسیل زیاد به جایی با پتانسیل کمتر حرکت می کند. پتانسیل آب خالص چنده آقای بانی؟ نرو پی وی فعلا، حالا بیا اینجا ببینیم. حسین بیا پی وی. خب آقای بانی پتانسیل آب خالص چنده؟ فصل 7 کتاب دهمی کتابتون، دهم. پتانسیل آب خالص خانم صابری، و هرچی که مواد در آب حل میشه پتانسیلش چی میشه؟ رفت، همه اصلا تعطیل شدن. اینقدر این تأخیره. آقا پتانسیل آب خالص صفره، درسته؟ هرچی که مواد در آب حل میشه پتانسیلش کم میشه، منفی میشه، درست شد؟ آب از پتانسیل کم، نه صفر، آب خالص پتانسیلش صفره، پتانسیلش صفره. خب بله هرچی حل بشه کم میشه، درسته. آقا بچه ها، هرچی که مواد حل شده تو آب بیشتر باشه چی میشه؟ آقا مواد حل شده تو آب بیشتر باشه، فشار اسموزی میره بالا. فشار اسموزی چیه؟ بچه فشار اسموزی فرایند فیزیکیه، فشار دیگه، اون فشاری که ما باید وارد کنیم تا از اسموز جلوگیری کنیم، از حرکت مولکولای آب جلوگیری کنیم، بهش میگن فشار اسموزی. هرچی محلولی غلظتش بیشتر باشه فشار اسموزیش چیه؟ بیشتره. آب به سمت اون جهتی حرکت میکنه که فشار اسموزیش بیشتره. تمام شد؟ بله درست شد. خب بچه ها، پس اسموز چیه؟ انتشار ساده آب
یا مولکول های آب از غشاء نیمه تراوا یا با نفوذپذیری انتخابی. یعنی آقا به آب اجازه عبور میده، مثلا به مولکول های گلوکوز اجازه عبور نمیده. این از غشاء نیمه تراوا. خب آقا بگذریم از اینا فعلا، میریم سراغ انتقال فعال. انتقال فعال با مصرف ATP و در جهت خلاف شیب جهت غلظت، خلاف شیب غلظت. بچه این نکته کوچیک بگم، حالا البته کتابتون قید نکرده ولی نکته جالبی هست. یه نکته بچه ها بگم، یادتونه آقا نام ببرید فعلا، اصلا انتقال فعال بگیم ببینم، مثلا یه مثال بزنید، یه پروتئینی نام ببرید که تو کل غشاهای آقا جانوری و گیاهی یوکاریوتا وجود داره و انتقال فعال انجام میده، بگید. خیلی مهمه. آقای بانی بگو. منتظریم. نمیدونی بچه ها؟ پمپ سه سدیم دو پتاسیم. بله، سه تا سدیم میده بیرون، دو تا پتاسیم میده تو. خب یه سوال بچه ها، یادتونه پتانسیل، آقا این پمپ سدیم پتاسیم ATP میخواد دیگه. وقتی ATP داره مصرف میکنه، اولا که خودش آنزیمه. چرا؟ کسی که میخواد ATP مصرف کنه باید ATP رو بتونه بشکونه، یعنی فسفاتش رو جدا کنه. خب کی این کار میکنه؟ آنزیم. خود پمپ سدیم پتاسیم، آره یه چند ثانیه یه اختلاف داره خانم خارکشان، درسته. این به خاطر اینکه شما بتونید لایو داشته باشید سیستم رو و قطع و وصل نشه. آره میدونم بچه ها، این دیر کرده علت داره بچه ها، من خودم هم خیلی راضی نیستم ولی این دیر کرده بالاخره علت فنی داره. خب بچه ها قضیهش رو نها کنید، این رو نها کنید، پمپ سدیم پتاسیم آنزیمه، خودش هم یه آنزیم ATP آز هست، یه آنزیم ATP آز بهش میگن، آنزیمیه که ATP رو تجزیه میکنه. این از این نکته. آقا تو پتانسیل عمل یه نکته بگم، تو پتانسیل عمل بچه ها یه جایی بود آخر پتانسیل عمل که داخل اون قسمت سدیم زیاد بود، خب خارج پتاسیم زیاد بود، درسته؟ خب دقت کردین اونجا هم ما پمپ سدیم پتاسیم داریم، اونجا هم داره کار میکنه، اونجا هم ATP مصرف میکنه، ولی اون جای خاص. ببین بچه ها این نکته در آوردن از کتابه، کتابتون این نگفته، یه نکته خاصه، یه جای خاص در اون قسمت پمپ سدیم پتاسیم داره در جهت شیب غلظت مواد جابجا میکنه. سه تا سدیم میده بیرون، کدوم سدیم ها؟ سدیم هایی که زیادن تو. دو تا پتاسیم میده داخل، پتاسیم هایی که بیرون زیادن اون ناحیه، فقط اون قسمت در یه هزارم ثانیه است بچه‌ها، زیاد نیست. پمپای سدیم پتاسیم کلی فعالیتشون رو بیشتر میکنن، سه تا سدیم میدن بیرون، دو تا پتاسیم میدن داخل، ولی اینجا دیگه در جهت عمل میکنن. پس آیا بله درسته فعالیتش بیشتره، بحث شیب غلظته. در کل سلول عصبی مثلا در آکسون، خب در کل آکسون مثلا پمپای سدیم پتاسیم نسبت به کل سلول و فضای بیرون سلول دارن خلاف شیب جهت غلظت جابجا میکنن سدیم پتاسیم ها رو، ولی در اون ناحیه خاص دارن سدیم های زیاد بیرون رو میدن، زیاد داخل رو میدن بیرون، در نتیجه تو اون ناحیه خاص دارن در جهت شیب غلظت رفتار میکنن. اینو این نکته رو داشته باشید بچه ها. خب آقا مثل پمپ سدیم پتاسیم، بله، آیا همه اغلب
اغلب با مصرف ATP. بچه ها آیا همه انتقال های فعال با مصرف ATP؟ نه. شما فصل 5 و 6 دوازدهمتون پمپ های پروتونی رو میخونید در داخل میتوکندری و کلروپلاس که اینا اصلا از انرژی ATP استفاده نمی کنن. کی میدونه از انرژی چی استفاده میکنن؟ ببینیم پیشخونی کردید بعیده البته حالا، ولی شاید کسی باشه تو این چندین نفر که بدونه اینا از چه انرژی استفاده میکنن غیر ATP. آفرین خانم صابری، بله میتونه با انرژی الکترونا باشه مثل پمپ پروتونی که بعدا فصل 5 و 6 میخونیم. متشکرم خانم صابری. خب آقا اگزوسیتوز و آندوسیتوز یعنی برونرانی درونبری جفتشونم با مصرف ATP، درست شد؟ موادی که خیلی بزرگن مثلا پروتئین ها، درست شد؟ ترشح مثلا هورمون ها، بعضی از هورمون ها، حالا نگیم بعضی، بگیم ترشح هورمون ها توسط فرایند هایی به نام اگزوسیتوز و آندوسیتوز. آقا در اون ناحیه فقط، در همون ناحیه، در اینجوری بگیم اگزوسیتوز و آندوسیتوز. خب آقا اگزوسیتوز اضافه شدن به قشا در همان ناحیه، درسته؟ آندوسیتوز چیه بچه ها؟ کم شدن از سطح قشا، اون بالا سطح رو دیگه یادم رفت بنویسم، در همان ناحیه، درسته؟ آقا تمام، این اگزوسیتوز و آندوسیتوز. بیایم شکلاشم بچه ها ببینیم خیلی راحت. آقا این چیه؟ انتشار، راحت مواد جابجا میشن. این چیه بچه ها؟ اسموز. دقت کنید، این ور غلظت بالا، غلظت پایین. این ور از نظر آب غلظت بالا، از نظر آب سمت چپ غلظت پایین. چه اتفاقی میفته؟ حالا این ور ببخشید، حرکت میکنه آب خالص به سمت چپ، یه جوری که ارتفاع محلول قند میره بالا. اسموز. این چی بچه ها؟ انتشار تسهیل شده، شیب غلظت زیاد، شیب غلظت کم، از شیب غلظت زیاد به کم، منتها با کمک پروتئین ها. این ورم که انتقال فعال با مصرف انرژی، حالا یا ATP یا چیز دیگه، غلظت چی؟ غلظت زیاد، غلظت کم، از غلظت کم به غلظت زیاد، منتها یه جوری پس زمینه ذهنتون داشته باشین نه همیشه. خب درونبری و برونرانی بچه ها، این چیه؟ برونرانی به مساحت قشا داره چیه؟ افزوده میشه. درونبری بچه ها از مساحت قشا در همون ناحیه کاسته میشه. دقت کنید بچه ها، وقتی من اینجاها مثلا کربوهیدرات ها رو دارم، درسته؟ حالا بذار اینجا مثال بزنم، اینجا بچه ها من کربوهیدرات ها رو دارم، پس الان داخل هم چی دارم؟ مولکول های کربوهیدرات، درست شد؟ این از متن نکته ای که فکر کنم خانم خارکشان یا خانم صابری گفتن. آها بچه ها خسته نشدین؟ آقا بریم بافتا، بریم بافتا. بافتای بدن انسان چند نوع هست؟ بچه ها بافت چیه؟ چندین سلول کنار هم که اینا شبیه همن، یک ساختاری درست میکنن به نام بافت. خب که اون بافته در اندام ها کارهای مشخص دارن، درست شد؟ کی خسته است؟ بله هیچ کس خسته نیست. آقا بافتا رو بگیم، بافته چی؟ بله چهار تا، مرسی آقای بانی. بافته پوششی، بافته پیوندی، بافت عصبی و بافت چی؟ ماهیچه‌ای.
من آقای بانی جواب میده، خودش هم میگه من خستم. آقا خسته چی هستی اونده؟ چی چه خبره مگه؟ کنکور دادی؟ آقا ملت که جمعه کنکور دادن و سوالای عجیب غریب رو دیدن باید قاعدتا خسته باشن، نه شما. بله درسته، ممنون. خب بچه ها بافت پوششی، آقا میریم سراغ بافت پوششی. بله بافت پوششی پوشش میده آقا بیرون بدن و درون اندام ها رو، درسته، درون لوله های بدن رو. کارش حفاظته، کارش ترشحه، درست شد؟ بچه غیر از حفاظت و ترشح چه کار دیگه داره بافت پوششی؟ اینو من بگید ببینم، بعد بگیم چند نوعه. آقا این بافت پوششیه، سنگ فرشی، بچه یکی بگه بافت پوششی غیر از حفاظت و ترشح خب دیگه میتونه چه کار انجام بده؟ یک لایه و چند لایه؟ جذب، ممنون. دیگه آره ترشح هست. غیر از جذب، اگه غیر جذبم بگید خوب میشه. برید تو سال 11، البته شاید دبیرتون بهتون نگفته باشه ولی حالا به هر حال، حالا خب بچه ها زیر بافت پوششی گوارش، همون جذب و دیگه ترشح و جذب دیگه، چیزی که گفتیم. خب آقا بریم سراغ بافت پوششی، تراوش. آره اونم جز کارهایی که حالا یه جورایی، بله درسته، باریکلا باریکلا، همینجور داره تراوش میکنه، تراوشات ذهنیتون عالیه، مرسی خانم صابری. بازجذب، ممنون. آقا یه کار دیگه مونده، حالا میرسیم بهش، الان میگم بهتون. بچه بافت پوششی، سنگ فرشی، یعنی شکل شکلاشون مشخصه، سنگ فرشی استوانه‌ای و چی؟ مکعبی. خب یه نوع دیگه هم داریم، بافت پوششی قده‌ای، غدد درون ریز و برون ریز، درست شد؟ آنزیم، منظورتون سلول آنزیمه، آنزیم که پروتئینی اکثرا. آقای بانی آزاد ساز، همون ترشح بگیم، بگیم همون ترشح. یه وظیفه دیگه، خب آقا همشون چند لایه میتونن باشن بچه ها، هم استوانه ای، هم سنگ فرشی، هم مکعبی، منتها شما فقط چند لایهش رو تو سنگ فرشی خوندی. آقا یک لایه مثل چی؟ مثل غشای مویرک. چند لایه مثل پوست، مثل مری، درست شد؟ اینا چند لایه، این سنگ فرشی. بچه ها این چیه؟ غشای پایه. آقا غشای پایه چیه؟ یه ماده است، ماده است، اولا ماده ای متشکل از پروتئین و گلیکوپروتئین. درست شد؟ آقا بچه ها نکته، غشای فاقد حیات، فاقد چی؟ بله، غشای پایه اصلا سلول نداره، ماده است، مثل سیمانه. خب حالا سوال، آقای بانی خسته هم هستی، غشای پایه رو کی ترشح میکنه؟ باریکلا خانم خارکشان، ساختار سلولی نداره، درسته. آقا غشای پایه رو کی ترشح میکنه؟ حدس بزنید بچه ها، میدونم کتابتون ننوشته، میخوایم حدس بزنیم، تفریح کنیم. غشای پایه رو کی درست میکنه؟ بالاخره باید یکی درست کنه دیگه. خب فکر کنید تا بریم سراغ بقیه چیزا. آقا استوانه ای چیان؟ استوانه ای مثل معده، مثل روده ها،
مثل رحم، که حالا شما رحم رو حداقل نخوندی، هیچکی حدس نداره نه؟ بابا حدس بزنید بچه ها، حدس بزنید قشرهای پایه رو کدوم سلول ترشح میکنه؟ بالاخره دو نوع نه سلول خانم خارکشان، سلول میدونم که ریبوزوم ها میسازن، تو کدوم سلول ها؟ این بچه ها دو نوع سلول این ور اونور قشرهای پایه بیشتر نیست، یه سری سلول های پوششی و سلول های بافت پیوندی زیرش، کدوم ها حدس میزنین قشرهای پایه رو ترشح میکنن؟ آقای بانی گفتم سلول، نگفتم ساختار، گفتم سلول. ریبوزوم سلول نیست، کدوم سلول قشرهای پایه رو ترشح میکنه؟ مرسی خانم مهاجری، حدس زدید ولی حدستون اشتباه بود. سلولای بافت پوششی ترشح از بافت پوششی، اینو به عنوان نکته بچه ها داشته باشین. نه خانم صابری، بافت پوششی قشرهای پایه رو ترشح میکنه زیر خودش، اوکی؟ ولی کتاب شما به هیچ شما راجع به ترشح قشای پایه چیزی ننوشته. این از این بچه داشته باشین این نکته رو. آقا استوانه ای مثل معده و روده ها، مثل رحم، بعضی وقتا بچه استوانه ها چی دارن؟ زوائدی دارن، مثلا مثل استوانه ای چی؟ مثل سلولای استوانه ای روده های باری که چی دارن؟ ریز پورز دارن، اوکی. خب مکعبی مثل چی؟ مثل نفرون، مثل نفرون یا گردیزه، مثل قده تیروئید. البته نفرونم لوله های پیچ خوردهش بچه ها، نه همه ی نفرون، درست شد؟ یادتونه؟ لوله های پیچ خورده، نه همه ی نفرون، اوکی؟ مثلا کپسول بومن بافت بافت پوششی سنگ فرشیه. خب آقا قده هم مثلا مثل قدد بزاقی، قدد بزاقی، اوکی شد؟ بچه ها این بافت پوششی. خب بچه ها زیر بافت پوششی قشای پایه است، معمولا هم یه بافت پیوندی سست زیرش قرار میگیره. دقت کنیم به این قضیه. آقا میریم بافت پیوندی، چند نوع بافت پیوندی داریم؟ چقدر وقت داریم؟ 10 دقیقه؟ 9 و نیمه؟ آقا پیوندی هم بگم و بریم. بافت پیوندی بچه ها چند نوع داریم؟ سست، متراکم، اوکی؟ 6 نوع. مرسی مرسی بچه ها، ممنون آقای قریشی، ممنون آقای جعفری، آقای بانی، چربی، خون، قزروف و استخوان. خب این 6 نوع بافت پیوندیه بچه ها. بافت پیوندی کلن 3 بخش داره، درسته؟ سلول داره، ماده زمینه‌ای داره و رشته ها. رشته هاش هم 2 نوع هن، کلاژن و کیسان. آقا تو کنکور ما چه دردسری کشیدیم با این رشته های کیسان. بچه ها دقت کنید، باز از بافتا امسال سوال اومده بود، برای همینه که من اگه کشش میدم راجبش توضیح میدم. دقت کنید و به ذهن بسپرید اینا رو. خب بافتا ازش سوال اومده بود، خیلی راحت. آقا بافت پیوندی سست چیه بچه ها؟ معمولا زیر بافت پوششی قرار میگیره، اوکی؟ معمولا زیر بافت پوششی یه لای بافت پیوندی سست. آقا اصلا بافت پیوندی پرکننده است، شبیه بافت سیستم بافت زمینه‌ای در گیاهان هست، یه جورایی پرکننده است، اوکی؟ خب حالا بافت پیوندی سست اسمش روشه، سسته، سلولاش زیاده، ماده زمینه‌ایش هم زیادتر از بافت پیوندی
متراکمه. پس اگه بخوایم اینجوری در نظر بگیریم، میتونیم اینجوری بنویسیم بچه ها، سلول ماده زمینه ای. خب اینجا هم مینویسیم چی؟ کلاژن، درست شد؟ و این ور چی؟ کیسان. اینجا چی؟ کیسان، کلاژن، زمینه ای و سلول. آقا سلول های این از این چیه؟ بیشتره. ماده زمینه ایش چیه این؟ بیشتر. کلاژن سست از متراکم کمتر، کیسان سست از کلاژن بیشتر. درست شد بچه ها؟ دقت کردید؟ این تفاوت بین بافت پیوندی سست و بافت پیوندی متراکم. خب ناکنی بچه سلول ها چقدر کمن؟ فاصله یاخته ها از هم زیادن، برعکس بافت پوششی که فاصله یاخته ها از هم کمترن، اصلا کلا چسبیدن. این فاصله بین یاخته ای زیادی داره. خب داری میری؟ آها فکر کردم که نه، منظورم که داری میره، یعنی اوکیه. آها خب بچه ها دقت کنید، آقا متراکم کجا بود؟ مثلا بافت متراکم مثلا مثل اسکلت فیبری در قلب، یادتونه اسکلت فیبری در ماهیچه قلب که بعد فصل 4 با هم بیشتر مطرحش بودیم، بافت پیوندی متراکم. این از این، هرچی رشته کیسان بیشتر باشه انعطاف پذیری بیشتره، هرچی کلاژن بیشتر باشه استحکام چیه؟ بیشتره. خب چربی هم که وضعش معلومه. ببینید بچه ها هسته چربی کجاست؟ این هسته به کناری رانده شده و یه قطره چربی بزرگ وسطش هست، درسته؟ سلول هایی هستن که آقا ذخیره انرژی میکنن، ضربگیر هستن، گرما تولید میکنن، این تولید گرما انرژی میکنن که دیگه بله. ربات، آقا بیایم ربات مثل چی؟ مثل ربات، مثل زرد پی. آقا ربات باریکلا، ربات چی رو به چی وصل میکنه؟ دوتا استخوان رو به هم وصل میکنه، اتصال دو استخوان. زردپی انتهای ماهیچه رو به استخوان متصل میکنه. اینم که دیگه میدونید، خون و قزروف و استخوان هم بچه ها میمونه برای جلسات آینده که بعد راجبش صحبت میکنیم. خب بچه ها دقت کنیم به این بافت پیوندی سست، نکنید سلولای چربی هم این بالا میبینید، شما رشته های کلاژن و کیسان رو هم اینجاها میبینید بچه ها. البته این رگ خونی بود که اشتباه اشاره کرده بودن ملت. خب این از این، بریم ببینیم که آها بچه ها بریم بافت ماهیچه‌ای، کیسه حفاظتی قلب، بله اونم میوکارد قلب، میوکارد قلب اسکلت فیبری داره. خب آقا بافت ماهیچه‌ای، بافت ماهیچه‌ای سه نوع داریم در بدن انسان، بافت ماهیچه‌ای اسکلتی، درسته؟ بافت ماهیچه صاف، بافت ماهیچه قلبی. خب بچه ها اختصاصات اینا رو اینجا بنویسیم. آقا اسکلتی شکل سلول ها استوانه‌ای و مخطط، سلول، درست شد؟ هسته، انقباض. آقا شکل سلول های ماهیچه اسکلتی چیه بچه ها؟ استوانه‌ای و مخططه. دقت کنید چند تا هسته دارن؟ تعدادی، چند هسته ای هستن. انقباض، باریکلا انقباض، خانم خارکشان انقباض ماهیچه اسکلتی،
از کلاس حضوری آدم بیشتر داد میزنه واقعا، اصلا حنجره برام نمونده. خب خانم خارکشان، انقباضش ارادی یا غیر ارادی؟ بله باریکالله آقای جعفری، ارادی و غیر ارادی. باریکالله آقا، در سلول ماهیچه صاف شکل دوکی یا دوکی شکل؟ آقا شکل دوکه دیگه، بچه دوک دیدین؟ دوک آه این چیه؟ ارادی در انعکاس غیر ارادی. بله مرسی آقای قریشی. خانم صابری، فقط ارادی نیست، غیر ارادی هم هست بچه، این یه دوکه. درست شد؟ به این میگن دوک، دوک نخریسی. خب حالا هرچی دوکی شکله، مثلا چی؟ مثل سلول ماهیچه صاف، مثل دوک تقسیم. درست شد؟ خب هسته، هسته چی بچه؟ تک هسته. انقباض غیر ارادی. بله آقا، ماهیچه قلبی سلولش چیه بچه ها؟ مخطط دارای صفحات بینابینی. درسته بچه ها؟ بله. هسته یک یا دو عدد. اوکی؟ خب انقباض غیر، مگه شما قلبتون رو میتونید منقبض کنی خودتون؟ خیر آقا، صفحات بینابینی چی بودن؟ نه تک هسته نیستن ها، استوانه منشعب و مخطط. ممنون آقای قریشی. یک یا دو هسته غیر ارادی. درسته، استوانه منشعب. بچه صفحات بینابینی یا صفحات اینترکاله هم بهش میگن، صفحاتی هستن که این اتصالات بین سلولی یه جورایی هستش که این سلول ها به هم راه دارن. خب ماهیچه اسکلتی چرا چند هسته ای شده؟ به خاطر اینکه در دوران جنینی از به هم پیوستن چند سلول درست شده. بعد میریم بچه ها اینا رو دیگه کاری باش نداریم، بعد که میریم سراغ عضلات کلن دیگه اختصاصات اینا رو با هم بعدا اونجا مرور میکنیم. بریم سراغ بافت عصبی. بافت عصبی بچه دو نوع سلول داره، درسته؟ سلول پشتیبان، خب سلول های گلیال هم بهش میگن. یه سوال، قلبی ها منشعب هستن یا هم منشعب هم خطدار؟ هم منشعب هم مخطط. خب پشتیبان یا گلیال هم بهش میگن. اوکی دیگه بچه ها چی؟ دیگه یاخته خود عصبی ها نورون. آقا نورون جسم سلولی، دندریت، آکسون. خب یه سوال پرسم بحث رو تموم کنیم، یه سوال بحث رو تمام کنیم. چند تا سلول اینجا میبینیم بچه ها؟ ثبت میکنیم شما سوال جواب بدین. چند تا سلول میبینین اینجا؟ کلن چند تا سلول میبینین اینجا؟ اینو بگید. خانم خارکشان چند تا سلول؟ نه چند تا سلول، تعداد، تعداد سه نوع سلول میبینیم. بله یک دو سه، چند تا سلول؟ زیاده، 18 تا. آفرین آقای جعفری باریکلا. بچه ها خیلی مشخصه اینا هر کدومشون سلول چی هن؟ پشتیبان هن. درسته؟ یک دو سه چهار پنج، حالا کلا 18 تا سلول اینجا هست. 11 تا از چند تا؟
11 تا از بافت عصبی، نه 11 تا سلول عصبی. 7 تا هم ماهیچه، 1 2 3 4 5 6 7، 7 تا هم آقای بانی ماهیچه، 6 تن 7 تا. خب بچه ها بافتا تموم شد، تستارم انشالله فردا 18 تا میشه دیگه بابا جان، ما رو به شک انداختی. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18، 18 تا شد دیگه. خسته ای چشت اشتباه میبینه، شمارشت اشتباه میشه، برو استراحت کن. خب بچه ها این جلسه بافتا و اندام و یاخته تموم شد، میریم فردا تستاشو میزنیم و میریم سراغ سلول گیاهی و قضیه نمیدونم دیواره یاخته ای رو، یه فصل 6 گیاهی رو انشالله شروع میکنیم. چرا گیاهی شروع میکنیم؟ به خاطر این گیاهی معمولا میمونه آخر. بچه ها خسته هم، من از اول گیاهی رو شروع میکنم که دیگه شما پر انرژی گیاهی رو بخونید. خب خسته نباشین بچه ها، خدا قوت، انشالله که موفق باشین، برید به کارتون برسید تا فردا انشالله ساعت 4 که در خدمتون باشیم. آره فکر کنم ساعت 4 فردا درسته. خوش باشین بچه ها، خدا نگهدار.